به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: آقای غنی دیشب به میانجی ها گفته است که وثیقه به دست دارد، هیچ گونه توافقی در کار نیست. این در حالی است که فردا مهلت در روزه آقای عبدالله نیز پایان می‌یابد. دکتر نیلوفر ابراهیمی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: آقای غنی در حضور نمایندگان مجلس، شما با وثیقه کمیسیون انتخابات نمایندگان مردم شناخته شده اید. من هم از همین کمیسیون به حیث رئیس جمهور افغانستان وثیقه به دست دارم. قاسانی همچنان نگاشته بود: شب گذشته دو نشست میانجی ها در ارگ به نتیجه پایان یافته است. خبرهای نشر شده درباره ایجاد مشارکت ملی حقیقت ندارد. این در حالی است که خبرگزاری آفاق گزارش داده بود گفتگوی سیاسون با غنی و عبدالله توافق ابتدایی برای تشکیل حکومت مشارکتی. شماری از رهبران و چهره های سیاسی بار دیگر با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس پیشین اجرایی برای حل تنش های سیاسی دیدار کردند. برخی منابع از توافق ابتدایی روی تشکیل حکومت مشارکتی خبر داده است. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که آقای غنی عصر روز پنجشنبه 14 امل با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور و عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی از رهبران سیاسی دیدار کرده است. خبرنامه افزوده است که در این دیدار درباره اوضاع جاری کشور و همچنان پروسه صلح افغانستان بحث همه‌جانبه و مفصل صورت گرفته است. از طرف هم شماری از سیاسون و رهبران اعضای سیاسی از جمله عبدالله رئیس پیشین اجرایی دیروز در خانه گلبدین حکمتیار با هم دیدار کردند. حامد کرزی، عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، کریم خلیلی، باتور دوستم، صلاح الدین ربانی و شماره دیگر از سیاسون در این نشست شرکت داشتند. منابع گفتند که در این نشست آنان درباره حل اختلافات سیاسی در کشور گفتگو کردند. محمد محقق نیز با نشر چند تصویر از این نشست در صفحه فیسبوک اش نگاشته است: خبرهای جدیدتر در راه است. مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات به رهبری آقای سیاف، گفته است که در این دیدارهای اخیر توافق نخستین روی ایجاد حکومت مشارکتی به میان آمده است. این در حالی است که پس از اعلان نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری همزمان مراسم تالیف عبدالله و اشرف غنی، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف میانجیگری میان ارگ و سپیدار را آغاز کردند. یکی از دیدارها چند روز پیش انجام شد. کاخ سپیدار اعلام کرد که در دیدار آن روز با کرزی و سیاف با عبدالله روی روند صلح و جنجال های پیش آمده ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفتگو شده است. غنی همچنان میگوید: افراد با ریشه مردمی در کابینه معرفی می شوند. اشرف غنی رئیس جمهوری در مراسم معرفی عبدالهادی ارغندیوال به عنوان سرپرست وزارت مالیه گفته است که چهره ها به کابینه او معرفی می شوند که ریشه های مردمی، وزن سیاسی، تعهد و مدیریت سیاسی داشته باشند. وزارت مالیه روز پنجشنبه 14 امل در خبرنامه گفته است که آقای غنی هنگام معرفی سرپرست جدید وزارت مالیه ضمن قدردانی از تلاش های محمد همایون قیومی سرپرست پیشین این وزارت گفته است که افغانستان نقش رهبری و مدیریتی در مبارزه با ویروس کرونا را دارد و نهادهای ملی و بین المللی آمادند تا با دولت افغانستان همکاری نمایند. او افزوده است: ما در شرایط قرار گرفته ایم و باید تاثیرات و تبعات شیوع ویروس کرونا در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مدیریت شود. اشرف غنی تاکید کرده که رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و خصوص در وضعیت کنونی بخش مهمی از برنامه های دولت است. به گفته او این کار از طریق ایجاد کار برای این قشر در هماهنگی با بخش خصوصی صورت میگیرد و نیز باید به ترانزیت و تجارت افغانستان توجه خاص صورت گیرد. اشرف غنی روز سه شنبه عبدالهادی ارغندیوال متحد سیاسیش را در حال به عنوان سرپرست وزارت مالیه معرفی کرد که میانجیگری میان عبدالله و او برای توافق و شکست مواجه شده است. ارگ اعلام کرده است که روند اعلام اعضای کابینه ادامه دارد. در همین حال منابع از کاخ سپیدار گفتند که آقای عبدالله نیز روز شنبه و هفته آینده اعضای کابینه اش را معرفی می کند. دیدار هیئت مذاکره کننده صلح با مقام های سفارت آمریکا در کابل.
راس ولسان شاژدافیر سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده است که امروز پنجشنبه 14 عمل با اعضای هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان دیدار کرده است. آقای ولسان در توییترش نوشته است که آمریکا از تلاش‌های این هیئت شدیداً پشتیبانی می‌کند. او افزوده است که در این دیدار تأکید اعضای هیئت مذاکره کننده بر وحدت، آمادگی‌ها، موثریت و دستاوردهای 19 سال گذشته افغانستان بوده که به قول او قابل تحسین و تمجید است. فهرست 21 نفری هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان یک هفته پیش همگانی شد که در رأس آن معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی قرار دارد. همچنین فاطمه گیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیگ، فوزیه کوفی، زرار احمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، محمد رسول، طالب حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باطر دوستم، کلیم الله نقیبی، محمد ناطقی، ایوب انصاری، شهلا فرید، شریف زرمتی، خالد نور و امین احمدی اعضای این تیمند. هرچند گروه طالبان با ترکیب این هیئت مخالفت کرده، اما سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شماری از کشورهای منطقه از تشکیل هیئت مذاکره کننده استقبال کردند. طالبان گفتند که این ترکیب مورد قبول همه طرف ها در افغانستان نیست. با این حال از روز سه شنبه به این سو شمار زیادی از سیاسون از جمله عبدالله حامد کرزی و محمد محقق تشکیل این هیئت را قابل قبول و همه شمول خواندند. شورای مصالحه تکرار یک تجربه شکست خورده. با وجود آن که پیشرفت‌های در زمینه آمادگی دولت برای شرکت در مذاکرات مستقیم صلح با طالبان به وجود آمده و با تشکیل هیئت مذاکره کننده که از حمایت همزمان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار برخوردار است و همچنین پیشرفت در روند تبادل زندانیان میان دو طرف درگیر جنگ در پی حضور هیئت سه نفری طالبان در کابل، چالش ها به فرارای آغاز گفتگوهای صلح در حال کاهش است، اما بنبست سیاسی ناشی از بحران انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. این وضعیت سبب شده تا تلاش ها برای میانجیگری میان دو طرف تنش تجدید شود. تلاش های که یکی از اصلی ترین محورهای آن گماشتن عبدالله و ریاست شورای عالی مصالحه است. اما شورای عالی مصالحه چیست؟ چه تفاوت با شورای عالی صلح دارد؟ فلسفه وجودی، ضرورت بنیادی و کارکرد عملی آن چیست؟ چه نقشی در فرایند صلح ایجاد می کند؟ گستره صلاحیت و محدوده مسئولیت های آن تا کجاست؟ چه کسانی باید در آن عضویت داشته باشند؟ و مهمتر از همه این که چرا باید عبدالله رئیس این شورا باشد؟ پیش از هر چیزی لازم به ذکر است که بر بنیاد گزارش ها عبدالله رئیس پیشین اجرایی بار دیگر با حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف برای جستجوی راه حل اختلاف های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرده است. همزمان گفته می شود که آقای غنی رئیس جمهوری فهرستی از چهره های با نفوذ سیاسی را تهیه کرده و می خواهد شورای عالی مصالحه را ایجاد کند. گفته می شود که از آقای عبدالله خواسته شده رهبری این شورا را بر عهده بگیرد، اما او تاکنون توافق نکرده است. پیش از این نیز گزارش شده بود که با پادرمیانی آمریکا ریاست شورای مصالحه و 40% از ترکیب کابینه به عبدالله پیشنهاد شده، اما او این پیشنهاد را رد کرده است. در این میان ناظران معتقدند که شورای عالی مصالحه هرچی باشد و با هر ترکیب و تشکیلاتی که روی کار بیاید تفاوت ماهوی معناداری با شورای عالی صلح نخواهد داشت. همان شورایی که سالها از تشکیل آن میگذرد و میلیون ها دلار خرج بقای آن شده، اما در عمل نه کمک به تحصیل صلح کرده و نه صلاحیت قابل اعتنا داشته است. شورای عالی صلح از سوی آمده کرزی اساساً برای ایجاد صلح و اتخاذ تصمیم های استراتژیک در این باره تشکیل نشد، بلکه از همان آغاز فلسفه وجودی و ضرورت بنیادی آن ایجاد یک آدرس سرگرم کننده برای کسب رضایت جناح‌ها و جریان‌های مختلف و ویژه منتقدان سیاسی حکومت بود که با دریافت امتیازات ویژه هم از انتقادات و ایجاد چالش در برابر پروژه صلح دولت کرزی دست بردارند و هم در صورتی که معامله میان کرزی و طالبان به میان آید به آن مشروعیت و اعتبار ببخشند و بخشی از مسئولیت عواقب آن را متقبل شوند. ریاست شورای عالی صلح در آن زمان نیز بر تمهید مصلحتی با برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و از رهبران جهادی منتقد دولت واگذار شد که پیشتر با تشکیل جبهه ملی خشم و عصبانیت کرزی را برانگیخته بود. با این ترکیب کرزی در واقع سعی کرد با اعطای یک کرسی سمبولیک جریان‌های سیاسی و قومی منتقد خود را مدیریت کند. پس از ترور بحث برانگیز آقای ربانی توسط سفیر صلح طالبان، شورای عالی صلح حتی کارکرد مصلحت جویانه اولیه‌اش را نیز از دست داد و بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفت.
با این حساب به نظر می رسد که تشکیل شورای عالی مصالحه نیز هیچ تفاوت با شورای عالی صلح ندارد و با عنوان اهداف سیاسی و مصلحتی صورت می گیرد. با این تفاوت نه چندان مهم که این بار می خواهند عبدالله را به عنوان رهبر جریان سیاسی منتقد ارگ رهبری این شورا را بر عهده بگیرد. این در حالی است که پیش بینی نمی شود این شورا عملا صلاحیت تعریف شده و مستقل در اتخاذ تصمیم های حیاتی سرنوشت ساز و استراتژیک در زمینه صلح داشته باشد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.